سلام، من اسمم پنداره و یک ایده دارم. سلام، اسمم پنداره و یک ایده دارم. منشأ ایدم هم از آیس پاکت چالش یا سطل آب یخه که برای آگاه سازی برای بیماری ALS راه افتاده بود و تو ایران بس که خیلی خوب جواب داد. هدف اینه که یه حرکتی را بندازیم که آدما بتونن از طریق اون یه کاری بکنن که آب کمتری تو خونشون مصرف کنن در شبانه روز و تو زندگی روزمره. و از همون روشی که آدما هم دیگر معرفی میکنن یا نامزد میکنن که این کارو نفر بعدی انجام بده، از همون روش استفاده کنیم تا این قضیه هی گستره تر بشه و پخش بشه تا تأثیر بیشتری بذاره. اسم حرکت رو من فکر کردم خوبه بذاریم داستان آبکی. دلیلش اینه که روش این حرکت اینطوریه که شما یک داستانی آماده میکنید قبل از اینکه از خودتون ویدیو بگیرید. اون داستان ترجیحاً بامزه رو که مربوطه به صرفه‌جویی در آب یا به یه اتفاق بامزه‌ای که افتاده براتون وقتی که آب نبوده و شما دستتون مونده تو حنا، اون داستان رو تعریف میکنی برای دوربین، در عین اینکه یکی از چند تا کاری که ممکنه کمک بکنه به اینکه آب کمتر مصرف بشه تو خونتون انجام بدید. حالا اون کاره میتونه این باشه که شما برین چکه آبتون شیرابتونو که چکه میکنه درست کنین. ممکنه این باشه که برید یه ماشین رخچویی خیلی قشنگ کم آب مصرف کن بخرید. ممکنه این باشه که هزار تا کار دیگه بکنید. اما اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟ یه لیستی هستش که من توی همین ویدیو میذارم، حدود بیشتر از 100 تا راهی که شما میتونید رعایت بکنید برای اینکه آب کمتری مصرف کنید. اما چرا مهمه که این کارو انجام بدیم؟ دلیلش اینه که توی ایران سال بعد قراره کمبود آب خیلی زیادی باشه و ممکنه که خشکسالی باشه و آدما نگرانن. به علاوه این که همون میدونیم که دریاچه ارومیه، زاینده رود و چندین تا جای دیگه هستن که دارن با بحران آب روبرو میشن و خیلی جدیه و هممون نگران این قضیه هست. در نهایت این میتونه ادامه کمپین سطل آب یخ باشه و یه جوری انشعابی باشه از اون و یه خورده بین‌المللی تر بشه و شاید کمکی باشه واسه کشورهایی که مثل ایران مشکل کمبود آب دارن، مثل کشورهای خاورمیانه یا کشورهای آفریقایی، یا اصلا کلن آگاه سازی برای همه دنیا که بتونن بدونن چجوری میتونن از آب بهتر استفاده کنن. حالا برای اینکه قضیه رو شروع کنیم، من خودم میرم اولین ویدیو رو میسازم تا ببینیم چی در میاد. سلام، من پندارم و این چالش داستان آبکیه که برای آگاه سازی از مصرف درست آب توی خونه ها داره انجام میشه و میخوام داستانم رو بگم در مورد یه اردکی که داشتم بود 3-4 سالگی. من تازه فهمیده بودم که چیزا تو آب حل میشن، مثلا شکر و قند و اینا رو دیده بودم که تو آب حل میشن و فکر میکردم که هر چیزی رو تو آب اگه بنزه کافی هم بزنی حتما اون چیز تو آب حل میشه. بعد این اردکم رو یه بار گذاشتمش توی تشتی و یه قاشق چایخوری گرفتم و اردک رو شروع کردم هم زدن خیلی زیاد. بعد این ویدیوها رو میخواستم تقدیم کنم به روح مظلوم اون اردک که قربانی یک حرکت علمی شد. روشی که میخوام انجام بدم برای نجات دادن آب خیلی راحته و توی هر خونه‌ای که یه سیفون داشته باشه میشه این کار رو انجام داد. خب، یه روشی خیلی راحتی که من میخوام بگم، فقط یه بطری میخوام و بطری رو پر آب میکنیم که سنگین بشه. این بودن یه لیتر مثلا. بعد بطری رو که پر کردیم بیاریم توی توالت، بعد در سیفون رو باز میکنیم، تانک رو
و در تنکه رو برمیداریم، اینو بطری رو میذاریم یه جایی که به چیزی برخورد نکنه، کاری به کار کسی نداشته باشه، و بعد دوباره درش رو میذاریم و میبندیمش. این کاری که من کردم باعث میشه که هر دفعه که سیفون کشیده بشه یه لیتر آب کمتر مصرف بشه، چون این سیفون ها معمولا قدیمیه هم تانکرا و آب زیادی مصرف میکنه. بنابراین فکر کنید مثلا تو روزی 20 بار 30 بار این بخواد مصرف بشه و هر دفعه یه لیتر کمتره، که میشه 30 لیتر در روز و در ماه در سال خیلی زیاد میشه. خب افرادی که میخوام به چالش بکشم، یکی کیومرس مرزبانه، آبتین مظفری و مرسومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دستیار یا معاون رئیس جمهور. This is a start of a campaign that's called Soaked Stories that you probably have read in the subtitles. And if you maybe have small problems or complaints about the ice bucket challenge in terms of it's wasting water or something else, I don't know, I'm not making any comments about that. Maybe this could be a parallel way also to continue with the challenge and with the campaign, since it's really popular, and to bring it into more constructive, even more constructive ways in order to save water in countries that need more water or face problems with lack of water or water shortage. Also, maybe if you're just simply concerned about water shortage in the world, this could be a good chance for you to collaborate with this campaign and to keep it going. Thanks.